سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو نوروز و همینطور بینندگانی که از طریق صفحات مجازی رادیو نوروز برنامه گفتگوی ویژه این هفته رو دنبال میکنند. من محمد هادی ابراهیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. در برنامه این هفته قرار است که به مسئله سقوط ولسوالی ها بپردازیم. در ماه‌های اخیر و به ویژه در هفته اخیر چندین ولسوالی در افغانستان سقوط کردن، مسئله‌ای که باعث نگرانی بسیاری از شهروندان شده. امروز می‌خوایم به مسئله این سقوط ولسوالی ها بپردازیم. از طرفی وزارت دفاع افغانستان سقوط ولسوالی ها را یک نوع عقب نشینی تاکتیکی می‌داند. بحث امروز ما این است که عقب نشینی تاکتیکی به چه معناست؟ آیا این عقب نشینی تاکتیکی به معنای ضعف نهادهای امنیتی و نظامی است یا به معنای قوت و برنامه‌ریزی دراز مدت آنها؟ مهمانان ما در برنامه جناب آقای روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع، جناب آقای اسدالله ندیم، کارشناس امور نظامی، و همینطور جناب آقای علی اکبر جمشیدی، عضو کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان هستند. مدت بحث ما 30 دقیقه خواهد بود و امیدوار هستم که تا پایان بحث ما را همراهی کنیم. جناب آقای احمدزی سلام، وقت شما بخیر. سلامت باشین آقای احمدزی. بیاین بحث با شما در مورد سقوط ولسوالی ها شروع کنیم. در هفته اخیر چند ولسوالی سقوط کرد و در ماه های اخیر هم چندین ولسوالی. سقوط ولسوالی ها به چه معناست؟ چرا ما در روزهای اخیر و در هفته های اخیر شاهد این سقوط های پی هم هستیم؟ خب تشکر سلام عرض خدمت شما و همه مهمانان در بحث. در جنگ در بعض مواقع تغییر تاکتیک در جنگ یک اصل پذیرفته شده، نه تنها در عسکری که در افغانستان است، بلکه در همه نظام های عسکری در همه کشورها یک حرف معمول و پذیرفته شده است. شما با 20 گروه تروریستی عملا نیرویتان در مبارزه هستند، گروهایی که با استخبارات و نظامیان منطقه عملا در علیه مردم افغانستان برنامه های بزرگ شوم و پلان هایشان دارند. شما در ماه گذشته دیدین که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در نقاط مختلف کشور در مقابل این پلان های شوم دشمن و برنامه های بزرگ خصمانی که اینا داشتن با خاک یکسان کردند. اما در مورد این که چرا ما در بعض از ساحات عقب نشینی های خود را داشتیم، با دشمن تبلیغ به نفع خود داشتن و از طرف داخل هم بعضا به این تبلیغ قوت بخشیدن و به عنوان سقوط را دادن به او، چون ما از او ساحات عقب آمدیم و در او ساحات زمانه که دشمن جدا میگیره این معمول است. ما قبلا هم نه تنها فعلا در گذشته ها هم یک بیز خود را که تغییر میدادیم یا نقل مکان میکردیم تغییر مکان میدادیم به او، دشمن از این فرصت استفاده میکرد، خیلی زود میامد ای ساحه را و یا هم ای بیز را سقوط داده. در حالی که چون این چیز نبود، ما قبل از او هم دقیقاً اعلامیه و مردم یک آگاهی داده بودیم. اساسی ترین هدف ما ای است که در نقاط که یک پلان بزرگ ترتیب شد و در نقاط که نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان با آسیب یا تهدید جدی از سوی دشمن مواجه بودن، ما از او ساحه چون از لحاظ اکمالات هوایی و زمینی و دوم به خاطر جلوگیری از تلفات نیروهای ما اقدام صورت گرفت. بحث مهمتر از او به خاطر جلوگیری از تلفات افراد مدنی، چون در اون صورت اگر مقاومت با دشمن صورت نمیگرفت نتیجه کار تلفات به افراد ملکی بود، که به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی، به خاطر جلوگیری از تلفات نیروهای ما و به خاطر اینکه ما در آینده با قوت‌تر نسبت به گذشته در اون ساحه و ولسوالی یا نقاط دیگه که فعلا ما با تهدیدی که دی مواجه هستیم باید حضور داشته باشیم. آقای احمدزی، با توجه به حرفای شما من متوجه شدم که شما حتی عبارت سقوط را هم قبول ندارین و این را یک نوع سقوط نمیدانین، درست است؟ بله این سقوط نیست و در جایی که ما دیدیم ما عملا کدام درگیری با دشمن هم نداشتیم و دشمن به زور نظامی اینجا را تحت تصرف خود قرار نداد و شما دیدین عملا هم برنامه ای را که ما داشتیم امروز در چعاب تهار مدنه ملی تاکیم. امروز ما یک عقب نشینی تاکتیکی که به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی داشتیم، دوباره دیروز ما عملیات تصفیه‌ای و تهاجمی خود را آغاز کردیم و امروز
بازار ولسوالی، قمانداری امنیه و ساحات وسیعی ولسوالی پاکسازی شد و این برنامه ما یک اخطار بر دشمن بود در همه ولسوالی هایی که فعلا اونا حضور دارن حضور دشمن به چند بود است و نمیتونه مثل چهار پینا مقاومت کرده نتانستن و در اونجا تلفات هم داشتن و فعلا دشمن متواری است و نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در تعقیبشون هستن و انشاءالله در همه ساحات که شما نام بردین در بعض از ولسوالی ها که به عنوان سقوط را دشمن برای زود داده و داخل هم بعض ها ناآگاهانه به این تبلیغ دشمن قوت بخشیدن ای به نفع مردم مانعی است. تلاش ما هم اینه که انشاءالله همون برنامه را که ما در چاهاب عملی ساختیم در دیگه نقاط هم اطمینان ما بر مردم امی است که عملی میشه و انشاءالله نیروهایتان در اونجا با قوتر نسبت به گذشته حضور خواهند داشت. و بحث با شما برمیگردیم جناب آقای احمدزی، سوالات زیادی در این مورد داریم. بحث با آقای علی اکبر جمشیدی عضو کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان ادامه بدیم. آقای جمشیدی، صحبت های جناب آقای احمدزی را شما شنیدین، حتی ایشان عبارت سقوط قبول نداشتن و ایره یک نوع عبارت تغییر تاکتیکی یا عقب نشینی تاکتیکی میدانستن. میخواستم دیدگاه شما را هم در همین مورد بدانم. آیا شما موافق هستیم که این حملاتی که طالبان انجام دادن ولسوالی ها سقوط نکرده و فقط یک عقب نشینی تاکتیکی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما مهمانان عزیز برنامه ایتان و همچنین تمامی شنوندگانی که صدای ما رو میشنوه سلام و عرض ادب دارم. خب من یک واقعیت میخوام خدمت شما عرض بکنیم که چه بخوایم نخوایم ما درگیر یک جنگ بسیار جدی قرار داریم، جنگی که تقریبا دوده دوام داشته و اکنون به اوج خود رسیده. وقتی که میگم به اوج خود رسیده به این معنا که خب تا چند قبل تعداد زیاد از نیروهای خارجی در کشور وجود داشت و حمایت هوایی از ما هم بود. آمریکا و سازمان ناتو در توافق با گروه طالبا اونا برآمدن یا در حال برآمدن هست و حداقل فعلا هیچ گونه همکاری با همکاری فیزیکی یا مستقیم با نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با گروه طالبان ندارد. این یک نکته. نکته دیگه ای که در پیوند به همین مسئله یک مفکوره غلطی به دشمن و دشمنان مردم افغانستان به گروه طالبان و گروه های توسطی دیگر دست داده که گویا اونا یعنی بزرگترین قدرت جهان یعنی آمریکایی‌ها و سازمان ناتو را شکست داده و اکنون میتونه که از طریق زور قدرت سیاسی را در افغانستان بگیره که این یک فکر غلط است که برای گروه طالبان و گروه های همکارشان دست دادن. خب به طور طبیعی در یک چنین شرایطی که قوت های خارجی از کشور میبراید در یک طرف تحویل دهی بیس های نظامی که قبلا در اختیار نیروهای خارجی بود که حالا تحویل میشه و نیروهای خودمانی نیروهای خود افغانستان و از طرف دیگر گروه طالبان با توجه به مفکوره غلطی که دارد جنگ ها را شدت بخشیده و طور طبیعی اکثر مشکلات با وجود آمده و خواهد آمد. اما من هم متعقین هستم و با باور کامل خدمت شما و مردم افغانستان گفتم میتونم که نیروهای امنیتی افغانستان قادر بر این هست که گروه طالبان را بالاخره سر جایش بشانم و اونا را سرکوب بکنم. منتها با توجه به شرایط را که عرض کردم ممکن است که در ابتدا یک سری پیشروی های نشاید گروه طالبان داشته باشه و یک سری دستاورد های را داشته باشه یا مثلا نیروهای امنیتی به خاطر برخی از ملبوزات ممکنه که جغرافی های را موقتا رها بکنه و شاید یک بیس یا دو بیس یا چند تا بیس نظامی را اینا رها بکنه و این به دست طالبان بیفته. اما سرانجام ما با باور کامل گفتم میتونیم که نیروهای امنیتی افغانستان هم ظرفیتش را داره و هم قدرت را داره و هم امکانات داره. درست است که امروز خارجی ها از افغانستان برآمده، اونا دیگر فیزیکی در کنار نیروهای امنیتی ما نخواهد بود، اما حمایت های جامعه جهانی همچنان دوامدار هست و بالاتر از اون ما امروز در افغانستان یک اردوی نسبتا منظم داریم، یک اردوی ورزیده داریم
یک پلیسی نسبتا وزیده داریم، استخبارات خوب داریم. ما میتونیم که در مقابل گروه طالبا استادگی بکنیم و حتی اونا را سرکوب بکنیم. درست. آقای جمشید، قبل از اینکه بحث با جناب آقای ندیم ادامه بدم، یک سوال دیگه مشخصا از شما داشتم، وقتی که شما در صحبت با برخی از رسانه‌ها مدعی شده بودین که یک طرح امنیتی به ارگان‌های امنیتی افغانستان پیشکش کرده بودین و ظاهرا این طرح شما مورد قبول واقع نشده، میشه در مورد طرح حکومت بیشتر توضیح بدین؟ من فکر میکنم که شاید یک غلط فهمی وجود داشتم به وجود آمده باشد، چون طرح امنیتی به دنبال حمله تروریستی که در مسجد سید شهدا و بعد کاسترهای مردمای ملکی را در غرب کابل که می‌زدند، خب یک تعداد از اعضای شورای علما متنفذین مناطق غرب کابل و همچنین برخی از حلقات سیاسی و نهادهای مدنی، اینا یک طرحی را نشستن، یک طرحی را جور کردن، البته زیر نظر مامون صاحب دوم ریاست جمهوری، و او را حالا نمیخوام که پیشکش کرده یا نکرده. او منظور او طرح بوده که او را من هیچ وقت نگفتم، من شخصا خودم طرفدار یک طرح امنیتی تنها مخصوص غرب کابل به هیچ وجه نیستم. غرب کابل جز کابل است، مردم هزاره جز مردم افغانستان است، مردم هزاره در سراسر شهر کابل سکنا داره. اگر یک طرحی برای تامین امنیت پیشکش میشد، باید کلی باشد در کل نواحی شهر کابل. منظور او بوده، من فکر میکنم کدام غلط فهمی صورت گرفته. اما اونچه را که میتونم خدمت شما عرض بکنیم، کمیسیون دفاعی و تمامیت ارضی اولس جرگه با تمام معنا همکار نیروهای امنیتی افغانستان بودن، در این راستا گاهن مشوره های صورت میگیرن. بیشتر اعضای کمیسیون دفاعی و اعضای کمیسیون امنیت داخلی همراه محب صاحب مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری و همچنین رئیس عمومی امنیت ملی و از مقامات وزارت داخله یک جلسه بسیار خوب و مفید داشت. درست. بحث با آقای ندیم ادامه میدیم. جناب آقای ندیم، سوال من از شما است، با توجه به که شما در امور نظامی آگاهی دارین، میخواستم بپرسم که این حملات که اخیرا صورت گرفته و گلسپوری هایی که مورد حمله طالبان قرار گرفته، شما با توجه به تعریف هایی که ما از عقب نشینی داریم، یا عقب نشینی نظامی، عقب نشینی تاکتیکی، این مسائلی که اتفاق افتاده، این حوادثی که اتفاق افتاده، اینا را به معنای سقوط میدانیم یا به معنای عقب نشینی تاکتیکی؟ مشخصا مفهوم عقب نشینی تاکتیکی در این مورد مصداق پیدا میکنه؟ آقای ندیم صدای من داریم؟ آقای ندیم صدای من داریم؟ سوال من گرفتین؟ سوال من را گرفتین یا مجددن بپرسم؟ نه، من نشدیم. سوال من جناب آقای ندیم این بود که حوادثی که اخیرا اتفاق افتاده و چندین گلسپوری که مورد حمله طالبان قرار گرفته، با توجه به همون معیارهای نظامی، این مسئله که اتفاق افتاده و این حادثه، این را میتونیم ما یک سقوط بدانیم یا یک عقب نشینی تاکتیکی؟ یعنی رفتار دولت نشانه از ضعف بوده یا یک نشانه از پلان درازمدت و یک تاکتیک؟ ممنون خدمت شما عبدالعزیز دفت در جهاندار یزید را به نوری سلام از بکنم. من اول تعریف از اخرمیزین و اخرمیزین تفریقی خدمت شنوانده ها ایراه می کنم به این از اون روشن دارد که اخرمیزین که هست اخرمیزینی عمومی دستت تفریقی یک پخش عمده تکتیک نظامی مثل تعرض مدافع مثل افغانستان در طول کم اخیر اشتایی به تو اخرمیزینی تا بزرگ اما خلافه از افغانستان بودن اخرمیزینی موضوعی شوروی و اخرمیزینی موضوعی امریکا که در حال اتمام آمد اخرمیزینی جان خلافات رو نداره به خط استرمیزی و نامریزی که دخیل میشن سطور مختلف در اینجا شریف میشه در نامریزی هر دو از اخرمیزینی اخرمیزینی موضوعی شوروی از افغانستان موضوعی امریکا در افغانستان بسیار موفق بودن و در همیزان ها دارن تا موفق انجام میدن البته از دیگاه نظامی از این سوکتی بزار از کسی دیگاهی که موضوع می کنن اونا می اما هر تفاول اخرمیشنی تکتیکی اخرمیشنی تکتیکی در سطح جمعه این دستور پایین اجرا می شد یه اکمه تکتیک های فرقی از تکتیک اخرمی مثل تعرض مدافع این در کدام شرایط اتخاذ می شد شرایط که مثلا
دشمن غلبه میکنه و یا به موضوعی که از این مدافع بشه اهمیت خودش بده یا بر سرین دشمن و یا اینکه پتا به جای دیگه دشمن بشن داده و عملات تحریفی آمادگی های بیشتر بگیرن در این موارد دخل نشین تکیزی تا خود دارن اما شاید دخل نشین تکیزی که هست اولش به زمان مناسب باید اتخاذ را داره دخل نشین تکیزی دوم پرسنل که از موضوع های مستخر بیرون که بگیشه بسیار دقت دار مسئولیت از اینا با کاملا سالم و سلامت از یک نقطه بروی از نقطه انتخاب رسی از آن شما و دوم مثل انتخاب تجهیزات و سنا و مهمات و دیگر مادیات که در پروسه ها و استاندارد ها هستن و کاملا بدون از که ضرر بگیرد امروز پرسنل اخیر بشتر شود و دست محرمیت این اخیر بشتر بود اینا مواردی که باید مراد شود آن خواب به سنده میگن آیا اکنیشن های دولت اینا میگن اکنیشن تکیزی بودن این موارد رعایت ها یا نه اما به نظر من این اکنیشن تکیزی نیست از روی تکیزی از روی فن از کریم این کاملا یک سپردن و بعض مذهب ها و دشمن از برای که تفصیل تبلیغات رو دشمن برای میگرم شما گفتید که نشانه های از تبانی و سازش وجود داره، میشه در مورد از این بیشتر وضاحت بدین منظور شما از تبانی چیست؟ کی با کی تبانی میکنه و چه قسم شما چی اسناد دارین برای تبانی ادعایی که دارین؟ من برای تبانی من برای تبانی 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 اما از روان در تحریف میکنم زندشاری موارد مثلا در اصول سجار است دولت آباد است یا در بدخشان یا در ایران تبازن آباد است یا در لرخان میتوانستن که از پرسنل که در مدافع بودن در اصول ها مستقر بودن دولت سکومت یا بیستن چرا کمک رسولی نشد و اینا را گذاشتن که مثلا در مدافع طالبا بولد و حمله کردن بسیار خلافات زیاد دارن این سب کمک اولی حمایت اولی صورت نگرفتن و این مشاهده است که از تمامی چرا دولت رقلی خانده به این مورد سکوت اصلاح کرد دونه در موارد که باید کمک احسان میشد کمک رسایده میشد و این در توان کنفت این کمک نرساندن بنابراین از تمامی که از تمامی ممکن وجود داشته بکنه پاکستان مدخل این که تبانی هستی این که خط کمان وجود داره که نشانه های از تبانی دیده میشه درست بسیار از این واقعا این صورت به ارتباط یک اشتباه است
و نامری دولت منایش سفندگان منایش افغان منایش ایدان اشتباه میکنند رو در آینده من گمان نمیتونم تواری درست درست مطلب شما رو گرفتیم و سوالات شما رو از جناب آقای احمدزی سوال میکنم. آقای احمدزی شما صحبت‌های جناب آقای ندیم شنیدین؟ ایشان دو ادعا داشتن، یکی که چیزی که عقب نشینی تاکتیکی گفته میشه شرایط داره، از جمله اینکه تلفات زیاد وارد نشه، تمام نیروی نظامی کشیده بشه، اکمالات کشیده بشه، تجهیزات کشیده بشه، اما در مواردی که ما در گزارش‌ها می‌بینیم تلفات داریم، ولسوال قیصار حتی کشته میشه، یا مواردی می‌بینیم که سلاح‌ها و موتورهای نیروهای نظامی به دست طالبان میفته، ادعای آقای ندیم ای است که این مسئله رو نمیشه عقب نشینی تاکتیکی دانست. و همینطور یک حد دیگه هم جناب آقای ندیم داشتن و یکی که احتمال تبانی وجود داره. دوست دارم پاسخ شما به هر دو مطلب که آقای ندیم گفتن داشته باشم. آقای احمدزی صدای من داریم؟ فکر کنم که جناب آقای احمدزی. بله. بله آقای احمدزی صدای من داشتین؟ سوال من گرفتین؟ کاملا بله منتظر پاسخ شما هستیم. صدای من دارین؟ بله بله بفرمایید. خب با احترام به حرفای جناب ندیم صاحب، اونا این موضوع رو تشریح کردن، اما صحبتای ما را جناب ندیم صاحب در اول فکر کنم خط وصل بودن، اونا نشنیدن این موارد را. ما چیزایی را که جناب ندیم صاحب گفتن و دیگه نظامی های کشور هم میگن و معتقد بر از امو مسائل هستن، دقیقا هم موضوع رو من مطرح ساخت که دلایل ما خود باشیم و ببینیم شما در وضعیت جنگی هستین. در وضعیت جنگی اگر ما در اونجا حضور می داشتیم و در اونجا مقاومت صورت می گرفت، شاید نه تنهایی که ما تلفات نیروهای خود را می داشتیم، بلکه تلفات افراد ملکی را شاید خواهیم بود. از او خاطر ما این کار جلوگیری کردیم و به خاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی این تصمیم هم. یک چیز واضح و سریع میخواییم برطور بگویم که هر تصمیم ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان به منفعت مردم افغانستان گرفته میشه، چون نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان متشکل از نمی خانواده، از خود یا برادر یا بچه کاکا یا پدر یا هر کس دیگه، اما تو از ما و از هر فامیل یک عضو فامیل ما به این ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان است و متشکل از این ملت جمهوری اسلامی افغانستان. به هر صورت هیچ گونه تبانی و سازش در این کار وجود نداره و ما به اساس برنامه و پلان، اگر طالب توانی را می داشت که ایره سقوط می داد در 20 سال، شما عملا دیدین که امی قهرمانان شجاعانه در مقابلشان رزمیدن و مبارزه کردن و هیچ گاهی برشان اجازه ندادن که بیاین و کدام ساحه از افغانستان را سقوط بدن. شما با سال عملا دیدین که نو ولسوالی را ما از که تحت تصرف دشمن بود او را آزاد ساخته. پس هیچ دلیل وجود نداره که ما دشمن بتانه و اینقدر قدرت و نفوذ را داشته باشه که حداقل به یک بارگی 20 ولسوالی یا سقوط را حداقل چند ولسوالی را سقوط بدن. اینجا بحث سقوط اصلا مطرح نیست، از سوی برنامه به منفعت مردم افغانستان از سوی ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان ترسیم شده بود و به اساس از امون ما این کار را انجام دادیم. پس در اینجا هیچ گونه تبانی و سازش نبوده و نیست و ما به اساس امون برنامه از قبل تقدیم شده بود. امروز من مثال برتان دادم که قسمی که ما در جواب تخار دشمن به شکست دادیم و دوباره او ساعت تصفیه شد و بعد از این در اونجا نیروهای ما با قوتتر نسبت به گذشته حضور خواهد داشت و به خاطر تامین امنیت هموطنان عزیز ما که در چاهاب زندگی دارن انشاءالله در اونجا مشغول وظیفه خواهد بود. بله. این که ما عملا فعلا تحت تصرف دشمن است، برای از اون ساعت ما برنامه خود را داریم و اگر ما کورونایی عملیات را چی عملیات هوایی و چی هم عملیات زمینی از او را انجام بدیم و ما در نتیجه باز تلفات افراد ملکی را داشته باشیم، طبیعی است اینجا مسئول باز هم ما هستیم. درست. ولی دشمن هر لحظه و در هر اقدامشان ببینیم که اونا هیچ گاهی بالای طفل، بالای بزرگ، بالای خانم، هیچ افراد بیگناه اینا سلی رحم نداشتن و همیشه از وحشت کار گرفتن. ما شاهد بودیم در کابل بالای طفل که هر روز هنوز چشمش باز نشده بود، بالای اونا اینا حملات خود را اجرا کردن و اونا را از بین بردن.
پس این دلیل وجود داره که بالای دیگه افراد ملکی اینا از رحم و ترحم کار بگیرن. پس به او اساس ما حفظ جان و مال مردم خود هستیم و هر تصمیمی گرفته میشه از سوی این نهاد و این ارگان و منفعت مردم. درست. آقای احمدزی، نگرانی بسیاری از مردم ای است که این مسئله عقب نشینی تاکتیکی به معنای ضعف فکر میکنن. علت از این که به معنای ضعف فکر میکنن این است خب تلفات وارد میشه به نیروهای امنیتی یا مثلا به خاطر از اینکه اکمالات نمیرسه اونها در محاصره قرار میگیرن برای چندین روز، برای چندین هفته، بنابر برخی گزارش‌ها تا 50 روز هم در محاصره بودن برخی از ولسوالی‌ها و قوماندانی‌ها. سوالی که خیلی از مردم دارن، نگرانی که خیلی از مردم دارن این است که عقب نشینی تاکتیکی دولت آیا به معنای ضعف است؟ خب این سوالتان رو من در مقدمه جواب دادم که اصلا این نکرانده انده ای زوف دولت نیست و این برنامه ارگان های دفاعی امنیتی افغانستان بودن. ولی یک چیز میخواییم واضح بگویم که ما شما در وضعیت جنگی هستیم و در هر 24 ساعت اگر شما ببینید در بیشتر از ده ولایت جنگ میباشه و همین نیروهایتان در مقابل دشمنان مردم افغانستان میجنگن و مبارزه میکنن، سینه های خود را سپر کردن و زمانی که در هر 24 ساعت در این قدر ولایات و ولسوالیات جنگ باشد، شما این قابل انکار هم نیست که در بعض موارد شاید ما میپذیریم مشکلات به وجود در بخش عدم رسیدگی کمک به موقع و مسائل دیگه که نیاز است او شاید به موقع صورت نگیره، اما این نشان دهنده این نیست که اراده جدی وجود ندارد. در هر 24 ساعت رهبری سکتور دفاعی امنیتی افغانستان خواب ندارند و همیشه در تلاش از این هستند در ساحات که جنگ جریان داره رهبری جنگ به شکل درست صورت بگیره، هماهنگی به شکل درست صورت بگیره و در جاهایی که نیاز به کمک است کمک به وقت و زمانش برسه. اما این هم ما میپذیریم همراهتان، چون دلیلش این است چون وضعیت جنگی است، در وضعیت جنگی امکان داره، در وضعیت جنگی ندیم سیب هستند، گشنگی است، محاصره شدن است، شهید شدن است، زخمی شدن است، این همه موارد است که در یک جنگ وجود داره. پس به او اساس تعلل در اینجا غفلت وجود نداره، اراده جدی وجود داره، اما چون دامنه جنگ هم وسیع است به او خاطر در بعض موارد شاید مشکلات را ما داشته باشیم او را انکار نمی کنیم، اما به خاطر حل مشکل زود پرداختیم و او مشکل را حل ساختیم. درست. جناب آقای جمشیدی بحث با شما ادامه میدین، به نظر شما راه حل این موزل چیست؟ خب مسئله ای است که از یک طرف نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی افغانستان ترک میکنن، از یک طرف به خاطر مسائل حالا سیاسی بگیم و به خاطر مسائل دیگر مورالیتی و تفکر طالبان هم رو هم که خود شما اشاره کردین در یک مقام خوب قرار گرفته، اونا برنده میدان خود تصور میکنن، اما قسم که خودتان اشاره کردین راه حل چیز دولت، نهادهای نظامی، نهادهای امنیتی و دفاعی چه راه حل و چه پالیسی باید در دست بگیرن تا حداقل همین مسئله عقب نشینی های تاکتیکی هم کاهش پیدا کنه و نگرانی مردم کمتر شود؟ خب من فکر میکنم که گروه طالبان با توجه به مفکوره غلطی که برشان بستاده، اینا فعلا خیلی تمکینی به پروسه صلح نخواهد کرد و اینا نهایت تلاش خود را خواهد کرد که جغرافیای بیشتر را به دست بیاره و بیداری بیشتر را به دست بیاره. این مو استراتژی فعلی گروه طالبان در این هیچ شکی نیست. اما میم جانب حکومت افغانستان، ببینید در یک کشوری در حال جنگ مورال بسیار مهم است. رهبری سکتور امنیتی افغانستان باید نهایت تلاش خود را انجام بده تا مورال نیروهای امنیتی کشور همچنان بالا بمانه و یکی از مواردی که این مورال را میتونه همچنان بالا نگاه بکنه ایست که رهبری وزارت های امنیتی هماره باید در ولایت ها، در خلیوتو ها، در جزتان ها، حتی در خط مقدم جنگ اینا حضور پیدا بکنه. یک مسئله. مسئله دوم، مورال نیروهای امنیتی در حال جنگ رو میخوانه بالا نگاه بکنه ایست که ما در پالوی از یکی از طریق سخت افزاری پیش میریم، یعنی جنگ رو پیش میریم، در پالوی از ما از طریق نرم افزاری، یعنی از طریق تبلیغات فرهنگی ما باید پیش بریم. بسیار خوب است که در همچون شرایط در کلیوها، در لواها، ما یک بار مثلا یکی از علمای معتبری که خیلی طرف توجه افکار عمومی در افغانستان است، اینها برن در اونجا از نظر
معنوی که نیروهای امنیتی در حال جنگ با دشمن را باید آماده بسازن. ما با دشمنی جنگ میکنیم که او دشمن سربازایش این تو فکر میکنه که اگر ما کشته شدیم بچه همت میمیم، یعنی مرز از اونا شست و شست صورت گرفته و اونا کاملا سرشان تبدیل شد. پس در مقابل یک چنین دشمنی ما باید از اعتقادات بلند دینی و اسلامی خود کار بگیریم. درست. بحث دیگری که خیلی میتونه در جهت بلند نگه داشتن مورال نیروهای امنیتی در حال جنگ مفید باشد است که نیروها باید از حالت دفاعی خارج شود، همواره باید حالت تهاجمی را به خود بگیرد. مثلا خب تاکتیک جنگی است در دو سه تا ولایت، مثلا در ده تا ولایت در هر 24 ساعت جنگ است، در تا پنج تاش خب یک موضوعی پیش گرفته شود که دشمن را مصروف بسازد، در دو سه تا ولایت دیگر نیروها با تمام امکانات هجوم بیاره، حمله بکنه، دشمن را سرکوب بکنه. بحث دیگری که خیلی برای نیروهای در حال جنگ مهم است، واحد چگونگی مدیریت جنگ است. کمیسیون دفاعی و تنظیمی ترزی ولس جرگه همواره با رهبری وزارت دفاع، داخله، امنیت ملی بحثشان این بوده که باید جمع و درستی مدیریت شود و از یک مکان واحد باید جنگ فرمان داده شود و دستور حمله داده شود، دستور عقب نشینی داده شود. اگر هماهنگی وجود نداشته باشد، چند فرماندهی وجود داشته باشد، بس در اون صورت ما دوچار مشکل میشیم و ممکن است که در جنگ حتی شکست بخوریم. اینا موضوعات بسیار مهم است که در راستای بلند نگه داشتن مورال نیروی در حال جنگ مفید است و ما متأکد هستم، یک بار دیگر تأکید میکنیم که اراده وجود دارد، قدرت وجود دارد، امکانات وجود دارد، ظرفیت وجود دارد. در قسمت مدیریت چند ملحوظات وجود دارد، من متأکد هستم که این بحث هم انشاءالله حل میشه. بسیار. و ممکنه که در این روزا طالبان یکان هیاهوی ایجاد کرده، ممکنه که پیشروی های داشته باشه. خب به طور طبیعی جنگ است. ما این دوست در مقابل چهار تا طالبی که بر اساس یک ایدئولوژی مشخص جنگ بکنه، یعنی این جنگ یک جنگ داخلی نیست. ما این روز در مقابل استخبارات منطقه‌ای جنگ میکنیم، ما در مقابل کشورهای بیرونی جنگ میکنیم که متاسفانه از گروه طالبان و گروه های تروریستی دیگر برای نابود ساختن افغانستان، برای از بین بردن زیرساخت‌های افغانستان اونا استفاده میکنن. ممنون از شما آقای جمشیدی. حالتی پیشروی و پسروی وجود داره هماره، ولی مهم است که مردم افغانستان، توده ها در هر سطحی که هستن، همگی به طور واحد از نیروهای امنیتیشان حمایت بکنن، دفاع بکنن. بسیار. در این جنگ ممنون از شما جناب آقای احمدزی. بسیار خوب، ممنون از شما جناب آقای احمدزی. سوال آخر از شما داشتم، وایی که شما در ابتدای صحبت های خودم اشاره کردین که به خاطر از اینکه اکمالات نرسیده بوده، ظاهرا عقب نشینی تکنیکی انجام شده. سوال من از شما این بوده که دلیلی که اکمالات به سرباز و به نیروی دفاعی نمیرسه چی است؟ اگر خیلی کوتاه پاسخ بدین خوب میشه، چون وقت برنامه کم مونده. بله آقای احمدزی، صدای ما داری؟ جناب آقای احمدزی. بله. پاسخ شما رو میشنویم. ولی سوالتون دوباره شما در ابتدای صحبت خود اشاره کردین که اکمالات نرسیده بوده، یکی از دلایل همین بوده که ظاهرا اکمالات به نیروی دفاعی و نیروی امنیتی نمیرسیده و همین مسئله باعث عقب نشینی تاکتیکی شده. سوال می بود که چرا اکمالات نمیرسیده؟ مشکل در کجا بوده؟ ضعف در کجا بوده؟ در بعض مواقع و بعد ساحات که زیر تهدید جدی می باشه، او را تثبیت می سازه رهبری ارگانهای دفاعی امنیتی افغانستان. و در بعض مواقع به خاطر ای که ما خوبتر بتانیم که نیروی خود حفظ کنیم و با قوتر نسبت به گذاشته در ساحات دوباره برگردیم. متاسفانه تماس زوم با آقای احمدزی از دست دادیم، تا همکاران بخش تکنیک مجدداً او را وصل کنم جناب آقای احمدزی و پاسخ ایشان را بشنویم. شنوندگان عزیز رادیو نوروز، شما بیننده برنامه گفتگوی ویژه هستین. در این برنامه در مورد سقوط بولسوالی ها به بحث و گفتگو نشستیم. موضوع مورد بحث ما است که آنچه که در
چند هفته اخیر و چند ماه اخیر در مورد سقوط پی همه گلسپالی ها رخ داده، آیا این مسئله میتونه نشان دهنده ضعف باشه یا امور رقم که دولت ادعا میکنه نشان دهنده یک پلان و یک برنامه از پیش تعیین شده برای حمله مجدد به موازی طالبان هست؟ سال برنامه ما همین مسئله بود. با سه مهمان برنامه بحث را به گفتگو نشستیم، جناب آقای روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع، جناب آقای علی اکبر جمشیدی عضو کمیسیون امور دفاعی و تمامیت ارضی مجلس نمایندگان و همینطور جناب آقای اسدالله ندیم کارشناس امور نظامی. تماس ما با جناب آقای احمدزی قطع شده بود و مجددا همکاران بخش تکنیک دارن تلاش میکنن تا دوباره تماس ما وصل شه و پاسخ جناب آقای احمدزی را داشته باشیم. تا برگشتن اونها بحث و سر این مسئله میباریم که بسیاری از شهروندان افغانستان، بسیاری از باشندگان افغانستان این نگرانی برایشون ایجاد شده و فکر میکنن که عقب نشینی های تاکتیکی ضعف است. سوال ما هم در مورد نامه همین مسئله است، آیا آنچه که عقب نشینی تاکتیکی نامیده میشه نشانه از ضعف است یا یک نشانه از برنامه؟ همانطور که آقای احمدزی در ابتدای برنامه اشاره کردن غیر نشانه ضعف ندانستن بلکه نشانه قوت دانستن، نشانه برنامه دانستن. و همینطور جناب آقای جمشیدی عضو کمیسیون امور دفاعی هم بر همین مسئله تاکید داشتن، اما آقای اسدالله ندیم نظرشان این بود که عقب نشینی تاکتیکی در صورتی است که تلفات وارد نشه، در صورتی است که اکمالات کشیده بشه و در صورتی است که نیروی نظامی با قوت و از پیش تعیین شده مکان ترک کنه. اما آقای ندیم به این مسئله پرداختم که در مورد سقوط گلسپالی ها در چند ماه اخیر و چند هفته اخیر این شرایط و این مصداق های عقب نشینی تاکتیکی وجود نداشته و به همین جهت نظر ایشان بود که اینها را ما نمیتونیم عقب نشینی تاکتیکی بدانیم. سوالی که من از جناب آقای احمدزی پرسیده بودم در مورد این بود که چرا اکمالات به نیروهای دفاعی و نیروهای خط مقدم نبرد نرسیده بود و آقای احمدزی به این مسئله اشاره کردن که برخی از مشکلات و برخی از مشکلاتی که به نظر ایشان مشکلات طبیعی بوده باعث این شده که اکمالات به سر موقع و بنابر اون زمانی که مورد نیاز هست به نیروهای دفاعی نرسه. متاسفانه که تماس ما با جناب آقای احمدزی و جناب آقای جمشیدی بسل نشد، برنامه رو مجبوریم همینجا ختم کنیم. ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه برنامه رو دنبال کردین. همینطور میتونید خلاصه ای از برنامه رو در وبسایت رادیو نوروز هم دنبال کنین. تا گفتگوی ویژه دیگر، بدرود.